در ماه سپتامبر دو فیلم در رابطه با ایران در سینماهای اسرائیل اکران خواهند شد. بابا جون به کارگردانی یووال دلشاد و فلافل اتمی به کارگردانی درور شاول. همزمان در آمریکا هم فیلم سپتامبرهای شیراز که بر پایه کتابی به قلم دالیا سوفر تهیه شده است با کارگردانی واین بلر و بازیگری سالما هایک و شهره آغداشلو اکران خواهد شد. این فیلم هم داستان یهودیان شیرازی در روزهای پیش و پس از انقلاب است. از فیلم سپتامبرهای شیراز آغاز می‌کنیم. این فیلم آنچنان که اشاره شد مبتنی بر روایتی است که در کتابی با این نام در سال 2007 انتشار یافت. نویسنده کتاب دالیا سوفر زاده آمریکا ولی از خانواده ایرانی و یهودی است. این کتاب بر پایه داستانی واقعی نوشته شده است. داستان خانواده یهودی در شیراز در سالهای اول بعد از انقلاب. کتابی که در سال 2007 در فهرست 100 کتاب برجسته جهان نیویورک تایمز قرار گرفت. سالما هایک در این فیلم نقش فرناز همسر جواهرفروش شیرازی اسحاق را بازی می کند و شهره آغداشلو هم نقش خدمتکار این خانواده را عهده دارد. بابا جون فیلمی که دو زبانه فارسی و عبری فیلم برداری شده است، داستان خانواده ایرانی و یهودی است که نه در سالهای انقلاب بلکه در دهه 50 میلادی به اسرائیل مهاجرت می کنند. داستان رابطه پدر و پسر در شهر کوچکی در اسرائیل آن سالهاست. یک مزرعه پرورش بوقلمون که پدر اسحاق با زحمت به وجود آورده است، ولی فرزند 13 ساله او موتی برنامه های دیگری برای آینده خود دارد و نمیخواهد راه پدر و پدر بزرگ را ادامه دهد. داستان با رسیدن عموی موتی داریوش از آمریکا رنگ دیگری به خود میگیرد. در این فیلم یووال دلشاد در کنار بازیگران اسرائیلی از بازیگران ایرانی چون نوید نگهبان در نقش اسحاق و فریبرز دیان در نقش داریوش و الیاس فرجی در نقش بابا جون یا پدر بزرگ استفاده کرده است. تی توفان درختی که خم نشه میشکنه. صبر میکنیم تا توفان بگذره. با تیره مکنتی لخم میگشتی بخواهی خیف را تیلون کجا بگ برای جهنم. تو زیادی بهش فشار میاری. تو زیاد میگیرم پدر خودتو داری در میاری. بسی چی داری درست میکنی؟ سب کن منم بیام. وایسا وایسا. پس امریکا چطوره؟ یعن land of opportunity. حالا که لازم شرم نوتل هسته بکنه شنیمه اکامو خواه. نوه شما تو اون لور کار نخواهد کرد. خفه شو بذارش اینجا نقشو بزن. برو یک زنی دیگه بگیر. لولتو پر از بچه کن. بزنش تربیتش کن. اسحاق چی میگم از دلم بکن نشون. اسحاق یه دی داره تو کار مدخلت میکنه. لغاز آقایی تو دیگه نمیدی که این کار دوست داره. من رو باش رو سنشم یه عادت کردم. شیلا موسایی که در دانشگاه اورشلیم فیلم و ادبیات فارسی تدریس می کند در رابطه با فیلم بابا جون به کیهان لندن می گوید ولی این دو فیلم دو روایت کاملا متفاوت هستند. اکرانشون هم اگر که در سپتامبر هستش به خاطر اعیاد اسرائیل هستش که دو هفته دیگه 14 سپتامبر روش هاشانه هستش، سال نو یهودی هستش و بعد جشن سایبان ها جشن سوکوت هستش. به هر صورت ماه سپتامبر ماه جشن های اسرائیل هستش و خیلی ها به سینما میرن. طبیعتاً طبیعی هستش که این دو فیلم هر دو همزمان با همدیگه در ماه سپتامبر به اکران برن. ولی چیزی که اینجا جالب هستش این دو تا فیلم رو من میخوام از همدیگه جدا بکنم. جریان فیلم بابا جون به کارگردانی یووال دلشاد
میشه گفت یه حرکت جدیدی هستش، حرکتی که یهودیان ایران شروع کردن به روایت حکایت قصه هایی که بر اینها رفته، سرگذشتی که بر اینها رفته. هرچند که یوبرش دلشاد دورانی رو که داره تعریف میکنه، دوران بچگیش و مهاجرت خانوادهش رو به اسرائیل، فرق میکنه با دوره های مختلف دیگه یهودیان مختلف، روایت های مختلفی دارن. روایت یوبل دلشاد در فیلم بابا جون، روایت یک خانواده مهاجرش که در دهه 50 هست به اسرائیل مهاجرت میکنن، و اون روایت یهودیانی نیستش که در دهه 80 یا 90 یا سالهای بعدتر اینها مهاجرت میکنن. این روایت یه مهاجرته، مهاجرت یه خانواده هستش که به هر صورت مواجه میشه با یک جامعه که طبیعتاً همیشه مثل همیشه جامعه های مهمان مهاجرپذیر از بابت صنعتی، تکنولوژی، ضرباهنگ زندگی، مدرنیته، اینها پیشرفته تر و جلوتر بودن. و این مسئله، فرض کنین زندگی اینها در موشاو، یک دهکده، نه مزرعه، دهکده کشاورزی و دامپروری که به هر صورت مظهر تکنولوژی کشاورزی و دامپروری اسرائیل میشه، با این خانواده که سنتشون هم مرغ و بغلمون، بغلمون که چه کنم مرغی پرورش میدادن، مواجه میشن با تکنولوژی برتر، بیشتر، جلوتر. ضرباهنگی هستش که به هر صورت تراما، مهاجرت تراما رو برای هر خانواده میاره، ولی این تعامل سنت دچار تشنج و تشویششون میکنه. این روایت همه ماها نیست، روایت یوبل شده، روایت یه جماعتی که دهه 50 60 اومدن به اسرائیل. و اینو باید کاملا توجه کرد که یهودیان یک گروه هژمونی نیستن، همه از این طبقه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نمیان، گروه های مختلفی هستن. و این روایت احساسی و بازگشت و نگاه دوباره یوبل دلشاد به اون مهاجرتی بودی که در دهه 50 یا 60 به اسرائیل داشته. فلافل اتمی فیلم طنزی است که روز 10 سپتامبر در سینماهای اسرائیل اکران خواهد شد. فیلمی که به گفته کارگردانش در قالب یک کمدی هجوامیز، نظامیگری افراطی در ایران و اسرائیل را به تمسخر می‌گیرد. این فیلم روزهاست که بر سر زبان هاست. چندی پیش بیلبوردی بر سر ساختمانی در مرکز تل‌آویو توجه همه را به خود جلب کرد. روی این بیلبورد نوشته شده بود: به زودی در این ساختمان سفارت ایران آغاز به کار خواهد کرد. اگر در روزهای اول به شماره تلفن این بیلبورد زنگ می‌زدید، نواری می‌گفت برای سفارت ایران پیام بگذارید. چند روز پیش اما پیام جدیدی را قرار دادند. صدایی به زبان عبری ولی با لهجه ایرانی و با تقلید صدای علی خامنه‌ای خبر از اکران فلافل اتمی میداد. متن این پیام دوم به این شرح بود: به زودی همه تان را میفرستیم هوا و دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت، ولی حالا که زنگ زدید زیاد نگران نشوید و بروید فیلم فلافل اتمی را ببینید. یکی از تهیه کنندگان این فیلم، مینو براتی، همسر ایرانی تبار وزیر خارجه سابق آلمان یوشکا فیشر است. شیلا موسایی در رابطه با فلافل اتمی به کیهان لندن اینچنین گفت: فلافل اتمی یک روایت دیگه ای هستش، یه فیلم بورکاس هستش. من اینو باید توضیح بدم از فیلم بورکاس یعنی چی. یه نوع برداشت آزاد از همون فیلم فارسی ایران هستش. برصورت اسرائیلی ها اینو تقلید میکنن از فیلم فارسی. حتی دورانی بود در دهه 70 که اکیپ فیلم فارسی میرفت اسرائیل که فیلم بورکاس بسازه، که همون فیلم های هچ و بیسر و تهی که به هر صورت می آمدن یک ساعت و نیم فیلم رو می دیدن، می خندیدن یا گریه می کردن و می رفتن بیرون و فراموشش می کردن. اونقدر قابل ارزش نداشته. همونطور که در اسرائیل هم به فیلم های بورکاس خیلی بهش اهمیتی نمی دن. من وقتی تریلر فیلم رو نگاه می کردم، واقعا فکر می کردم که موضوعی به این مهمی، به این مسئله، به این سقیلی و سنگینی رو اینها به صورت خیلی ساده، سبک برگزار کردن. تبلیغی که پیرامون این فیلم شده بسیار سنگین تر از خود محتوای فیلمه، که من فکر نمی کنم خیلی بشه ازش انتظاری داشته باشیم، ولی بر صورت یک فعالیت دوستانه است، یک فعالیت صلح دوستانه هستش که از طرف یه تیم جوون ایرانی تبار اسرائیلی هستش که اینها انجام میدن. بر صورت یک گفتمانی هم در اینجا بلند خواهد شد، ولی من خیلی
نمیدونم تعجب نمی کنم، چون در اسرائیل به هر صورت تمام حرکت های صلح دوستانه دست دراز کردن برای ایجاد صلح و دوستی از طرف اسرائیلی ها خیلی زیاد بوده، کما اینکه بارها 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 ما دیدیم کمپین های صلح دوستی و دوستی که بین اسرائیل و ایران برپا شده پشتش خیلی اسرائیلی و ایرانی های ساکنه در اسرائیل. این رو فلافل اتمی رو به عنوان یه فیلم کمدی باید بگیریم برای سال نو و نبیش. شیلا موسایی در خاتمه گفتگویش با کیهان لندن افزود: ولی به هر صورت چیزی که خیلی مهم هستش که یهودیان ایران، یهودیان فارسی زبان شروع کردن به این حرکت فرهنگی برای اینکه متاسفانه ما هیچ نمودی در فرهنگ و ادبیات و سینمای ایران هرگز نداشتیم، الا نمود کاملا حجف مورد تمسخر قرار گرفته ای بودش که یا اینکه اصلا به صورتی سیاه کردن فرهنگ ما یهودیان ایران بوده. و برعکس شما داریم اینجا میبینیم که دائما پافشاری بیش از حد یهودیان فارسی زبان در اسرائیل هستش که به هر نوع ممکنه که هست اینا سعی میکنن فرهنگ ایران رو در اسرائیل اشاعه بدن و کاملا موافقم بودن.